عبدالله کیایی، کالیگراف یا همون خوشنویس، در سن 69 سالگی روز چهارشنبه درگذشت. او 35 سال پیش به فرانسه آمده بود. او دانش آموختگان بسیار، چه ایرانی و چه با ملیت‌های گوناگون داشت. مردی متواضع، اهل فرهنگ و ادب. اما افسردگی افسون در پی خبر اعدام 3 ایرانی بیگناه که صدای اعتراض داشتند و همان آمال و ادعایی که آخوندها برای برسر قدرت آمدند، زمانی ادعای مبارزه در پیش از انقلاب را داشتند. کمتر رسانه را در سطح جهانی میتوان یافت که به این رفتار ددمنشانه حکومت اشاره نکرده باشد. دنیای آزاد نمیتواند درک و تحمل این را داشته باشد که شما از سر اعتراض به خیابان بیایید و حکمتان به دار آویختن باشد. این عکس مونتاژ شده از یک رسانه اسرائیلی و دهنکجی به انتخاب حکومت در شورای حقوق بشر سازمان ملل است. اما این سوتر حکومت که با بیکفایتی در همه زمینه‌ها به بن‌بست رسیده، از طالبان خواسته تا مسیر رودخانه هیرمند را به سمت ایران بیشتر باز کنند تا از خشکسالی در مرز شرقی ایران کاسته شود. از سوی دیگر جمهوری اسلامی از اینکه دولت عراق چندین شخصیت کرد معترض به حکومت جمهوری اسلامی را به یک مهمانی و نشست رسمی دولت عراق دعوت کرده سخت خشمگین است. اما در فرانسه جشنواره کن کار خود را از سه‌شنبه آغاز کرد و تا 27 ادامه دارد. مراسم افتتاحیه و اغلب مراسم از طریق تلویزیون دولتی برای عموم مردم قابل دسترس است. این پوستر اولین جشنواره در 76 سال پیش است. مراسم را این بار شیارا ماستروینی، دختر کاترین دونو و مارچلو ماستروینی اجرا کرد. حافظه جشنواره کن میگوید بزرگان زیادی در طول این سالها به جشنواره سینمایی کن آمدند، از پلینی گرفته تا چارلی چاپلین بزرگ. هالیوود هرگز در این جشنواره معتبر غایب نبود. امسال جدا از مایکل داگلاس، هریسون فورد لوحه قدردانی دریافت کرد. پایان ماه آینده پنجمین قسمت فیلم مشهور او ایندیانا جونز نمایش عمومی خواهد داشت. لوحه را مدیر جشنواره خانم آیریس کنوبلوک به او اعطا کرد. هنرپیشگان فیلم و دیگر مهمانان در شب مراسم حضور داشتند و به این ترتیب هریسون فورد در آستانه 80 سالگی در کنار همسرش مورد قدردانی هیئت برگزار کننده جشنواره قرار گرفت. هریسون فورد بیشترین شهرتش را مدیون فیلم ایندیانا جونز بوده است. فیلم مطرح و پیش نمایش افتتاحیه فیلم ژان دو ماری به کارگردانی مریون که جدا از کارگردانی خود او نقش اول را بازی کرده است. نقش پادشاه را جانی دپ بازی میکند. داستان کاملا حقیقی که در همان سال انقلاب ژان بعد از لویی 16 و ماری آنتوانت گردن زده شد. این ژان میشل ژار فرزند موریس ژار است که آهنگساز مشهور سینما بود و فیلم های دکتر ژیواگو و لورانس عربستان را او موسیقی فیلم برایش نوشت. اما ژان میشل ژار شهرت بین المللیش را برای قطعه اکسیژن به دست آورد. در ارتباط با ایران، در حالی که نخست وزیر و وزیر خارجه فرانسه به استقبال دو گروگان آزاد شده فرانسوی به فرودگاه رفته بودند، حالا وزیر خارجه حکومت مصاحبه با روزنامه فیگارو با قیافه حق به جانب از روابط دوستانه و بشر دوستی حکومت سخن می‌راند. هنوز 4 گروگان فرانسوی بدون دلیل و مدرک در زندان حکومت اسیرند. سایت اسرائیلی می‌پرسد آیا روابط تهران و ریاض می‌تواند صمیمی و حقیقت باشد؟ و حالا برای حسن ختام، جوانی که در کار جابجایی بیماران در یک آمبولانس کار می‌کند، برای مسافران بیمار ترانه‌خوانی می‌کند. حکومتی در ایران مرگ می‌آفریند و جوانی در فرانسه ترانه‌های زندگی را می‌خواند. L'amour brille sous les étoiles.